دوستان عزیز، امیدوارم تا همگی خوب باشه در سراسر دنیا. امروز با اجازهتون لایو دارم توی فیسبوک مستقیما برنامه اجرا میکنم، چرا که گویا کارگردان ما جناب اسحاق گفتن که فیسبوک به ما یه مقدار مشکل برامون ایجاد کرده. نمیدونم اون بانوانی هستش که کسانی که عمدن دارن در برنامه های ما دارن خلال وارد میکنن و باعث میشن که ما نتونیم این برنامه رو برای شما پخش کنیم. از این رو امروز به صورت امتحانی من دارم به صورت لایو در خدمت شما هستم که ببینیم اگه بشه از این طریق از این به بعد با شما در تماس باشم و برنامه امروز رو به عنوان یک امتحان در نظر بگیرم. این مقدار من خوب واضح صحبت نمی کنم، برنامه ببخشید، چرا که درگیر رفع و رجوع پرابلمی بودیم که با فیسبوک داشتیم. از این نظر سعی میکنم که فعلا یه مقداری با دوستان صحبت کنم که با امید خدا ببینیم اشکال از کجا هستش و اونو رفعش کنیم. این هفته ما پاراشایی که در شبات خوندیم پاراشای بعدلتخا هستش، پاراشایی که در قسمت بمیدبار هستش و این پاراشا یک رمزی درش هست به این صورت که در آینده در موقعی که با امید خدا ماشیه به زود میادش، پاراشای بمیدبار سه قسمت تقسیم میشه. یعنی تورایی که ما داریم که الان پنج خومشه تورا هستش، یعنی پنج قسمت و پنج فصل هستش، در موقع ماشیه که میاد میشه هفت قسمت. و در این پارشای بعدلتخا یک قسمتی هستش که حدود تقریبا میشه گفت 19 کلمه بیشتر نیست، که این قسمت از پارشای این هفته با دو تا نون این به صورت پرانتز در نظر گرفته شده، که خود این قسمت تورا که حدود 19 کلمه هستش خودش تبدیل میشه به یه فصل تورا. و در واقع میشه گفت که یک رمز نهفته است در این 19 کلمه که در پارشای بعدلتخا هستش، که اینو در موقعی میتونیم ما بهش پی ببریم که با اون خخمایی که ماشیه میاتش برای ما بتونه اینو مطرح بکنه. و جالبه چیزی که منو خیلی کنجکاو کرد در این مورد این بودش که درست در اول این پاراشا که وقتی ما داریم پاراشای بعدلتخا رو میخونیم، مسئله که داره بهش تاکید میکنه مسئله روشن کردن منورا هستش. برای دوستان غیر یهودی باز ممکنه در جریان نباشن، این هستش که منورا شاید برای کلمات برای کسانی که غیر یهود هستن کلمه همچین قامز باشه، در اصل کلمه هستش که در فارسی هم ازش استفاده میکنیم، همون کلمه منور هستش، نورانی شده، که از ریشه نر میادش، که همون باز هم کلمه هستش که در فارسی هم استفاده میکنیم، که نر رو اگه به فارسی عربی تبدیلش کنیم همون نور میشه. و منورا شمدانی بوده هفت شاخه که من اینجا نمونه شدم، که البته به این به صورت سمبولیک هستش، که البته این منورایی که من دارم برای منورای مال هنوکا هستش که نه شاخه داره، ولی در اصل منورایی که در بیت المقدس بوده هفت شاخه، یعنی سه تا شاخه این ور سه تا شاخه این ور یک شاخه هم وسط بوده، که این منورا در زمانی که بیت المقدس آباد بوده معجزه‌ای که در این منورا انجام می‌شده به این صورت بوده که شمع‌هایی که در طرف چپ و راست این منورا بودن، شعله‌هاشون ستای این ور ستای این ور به طرف وسطی بوده، یعنی اونی که این ور بوده به این طرف شعله ور می‌شده و این ستای برن به وسط، یعنی حالت هر دو طرف شعله ها جهت شعله به طرف وسط بوده. و همه که خدمتون چندین بار عرض کردم که در این دنیایی که ما به عنوان دنیای طبیعت ازش استفاده میکنیم و زندگی میکنیم، تمام
رمز و رازهایی که در دنیا روحانیت هست و میتونیم در خود طبیعت اینو پیداش کنیم. به این صورت که در علم، باز نمیخوام قباله بگم چون یه مقداری این مسئله من خودم روش حساس هستم، در علم فلسفه یهود ما با این باور داریم که منورایی که در بیت المقدس به توسط کوهن گادول روشن میشد، که در این هفته هم در اول پارشه بعدالخوا به این مسئله ذکر میکنه که اهرون کوهن باید چطوری این منورا رو روشن بکنه، باید یه پله‌ای داشته باشه، یه پلکانی که به صورت سه تا پلکان باشه، صورتش به طرف این نور منورا باشه و روشن کردن این منورا خودش یک قوانین خاصی داره. و جالبه تر زمانی که بیت المقدس آباد بوده، هر وقت که جامعه در سر و صفا بوده و مردم با همدیگه خوب بودن و خداوند از جامعه راضی بوده، این حالتی که خدمتتون عرض کردم که شعله های طرف راست و چپ هر سه به طرف وسط شعله بودن، این در زمانی که به تمداش اول بود همچه اتفاق همچه معجزه بوده که وقتی خداوند از بنی اسرائیل رضایت داشتن و جامعه به صورت خودش رو اصلاح کرده بوده و درست داشته عمل میکرده، این معجزه انجام میشده. و به غیر از این مسئله، از طبق فلسفه یهود وقتی که ما داریم یک قسمت از تهلیم رو به فکرم تهلیم 65 باشه که لمنسعی هستش، که یکی از تهلیم هایی هستش خیلی مهم که ما هر روز نیایش روزانمونو با خوندن این پاسخ تهلیم یا مزامیر داوود میخونیم، و بهتر هستش وقتی که اینو میخونیم حالت خوندن این قسمت مزمور لمنسیه بر روی شیپ منورا باشه. یعنی وقتی شما لمنسیه که میخونید به این صورت خونده میشه، لمنسیه نگنود، همطوری به از این طریق اینو به صورت حروف چینیش طوری کردن این لمنسیه که حالت منورا داره. و به غیر از این، منورا رو تشبیه کردن به بدن انسان. یعنی منورا سمبول و نشون دهنده بدن انسان هستش که چطوری این بدن کار میکنه، سیستم بدنی کار میکنه و یک حالت بالانس در انسان به وجود میاره. چرا که وقتی شما این لمنسیه رو بخونید میبینید که متن به لمنسیه یه حالتی هستش که یک هارمونی رو در یک انسان میتونه ایجاد بکنه، چه از نظر ایمونا، چه از نظر اون کارایی یک انسان. در این رابطه اتفاقی که برای من جالب اتفاق افتاد این بودش که چند مدت پیش من موقعی که میخواستم خواب برم در شب، یه احساس سرگیجه پیدا کردم و دیدم یه چیز خیلی نرمالی نیستش همچی سرگیجه ای. و قبلش راجع به این خونده بودم که یک سرگیجه هستش به نام ورتوگو، که این ورتوگو باعث میشه که گوش میانی انسان وقتی این کلسیوم هایی که ذرات کلسیومی که در گوش میانی هست بالانس و اون بالانس چی میشه؟ هم بالانس دیگه به هم میخوره، احساس سرگیجه داره. یعنی تمام بدن ما، تمام کارهای یک انسان وابسته به یک ذرات کوچک کلسیومی هستش که در اون گوش میانی ما داریم چیکار میکنیم، با این سر میکنیم که اگه اینا out of balance بشن به هیچ عنوان ما نمیتونیم کار بکنیم و اصلا نمیتونیم روپای خودمون بیستیم. به طوری که من از پسرم خواهش کردم من ببر امرجنسی که اونجا با اون روش هایی که دارن، با اون تمرین هایی که میکنن، میتونن این ذرات کلسیوم رو بلانسش کنن و از اون روی تیوبی که حرکت کرده برش کنن به جای اولیش، که ما میتونیم چکار بکنیم زندگی نرمال رو داشته باشیم. و از این که
بزرگان یهود میان و بدن انسان و سیستم بدن انسان رو تشبیهش میکنن به منورا، و اینکه در این پارشای برلوت ها ما میبینیم که زمانی که داره راجب روشن کردن منورا صحبت میشه، چطور داره توضیح داده میشه که ارون کوهن باید به چه صورت صورتش به طرف وسط منورا باشه، چطور اینو روشن بکنه. و همچنین در همین پارشا هستش که به ما میگن که در دوره که ماشیح میاتش، پارشای پنجتا خمشه تورا تبدیل میشه به هفتا، و این هفتا پارشای تورا بازم مطابقت میکنه با منورا. چرا که اگر نگاه بکنیم درست، پارشای بمیدبار وقتی سه قسمت تبدیل میشه، تشکیل میشه، بمیدبار میفته درست وسط منورایی که ما اونو تبدیلش کردیم، تورا رو، اون هفت قسمت تورا رو اگه تقسیم بکنیم از اول برشید تا آخر، وقتی بمیدبار تبدیل میشه به سه تا پارشا، در واقع حالتی پیدا میکنه که اول بمیدبار میفته درست وسط منورایی که ما تورا رو تشبیه کردیم به منورا. و همونطور که عرض کردم، خود بزرگان یهود میگن که بدن انسان هم شبیه یک منورا هستش. پس وقتی بمیدبار میفته وسط این منورایی که ما تشبیهش کردیم به تورا، خود کلمه بمیدبار هم مکسنس میکنه که این باید وسط باشه. چرا که بمیدبار شورش و ریشه میدبار که یعنی به بیابان هم معنی میده، شورشش دبر میشه، یعنی دبر همون دبیر یا صحبت کردن، مدبر، که بمیدبار، میدبار که میم اولیش میم مفعولی هستش، ولی ریشه کلمه میدبار یعنی بیابان، بیابانی که قوم بنی اسرائیل 40 سال درش بودن. و جالبه، بازم بزرگان یهود میگن که دهن انسان هم مثل بیابان هستش، تا وقتی که صحبت نکرده خالی ازش، هیچی درش پیدا نیست، ولی این زبونی که درش هست باعث میشه که چی؟ این بیابان خشک و لمیزرع محصول بده. میتونه محصولش خار و خارشک باشه، یا میتونه همونطور که یهودیان در بنی اسرائیل در تله 40 سال در این بیابان آب داشتن، غذا داشتن، مان داشتن، با این زبونی که هست میتونه چیکار بکنه؟ اینو از اون بیابان لمیزرع ازش مان به وجود بیاد، ایمان به وجود بیاد. چرا که کلمه ایمان که قبلا عرض کردم ریش همون کلمات ایمان و امونا درش هستش. و چون که ما گفتیم که بمیدباری که پارشای بمیدبار میفته وسط، دقیقا کلمه هم که سر انسان هم که نگاه بکنه، اگه ما بگیم منورا شیپ بدن انسان داره، سر ما هم درست درست وسط این منورا هستش، وسطی که دهنی که میدبار هستش درست وسطش قرار داره، زبونی که درش هست درست وسطش قرار داره، و اون گوش میانی که ما باهاش میشنویم و اون قسمتی که عرض کردم که باعث میشه وردیگو ایجاد بشه و اطراف بالانس بشه، اونم درست وسط این هست. یعنی تمام اینا اگه نگاه بکنید، مغز انسان، اون وردیگوی که بین گوش میانی هستش و زبون، درست حالت اون شمع وسطی میشه که سه تا شمع منورای سمت چپ و سمت راست به طرفش گرایش پیدا میکنن. پس دلیلی که یکی از چیزایی که من بهش پی بردم که میشه گفت خیلی جالب هست، این هستش که دلیلی که منورا رو تبدیل تشبیهش میکنن به بدن انسان، به این خاطر هستش که همونطوری که شمعای منورایی که در بیت امقدس وقتی که انسان جامعه در صلح و صفا و آرامش به کار به سر می بردن، این نورها به طرف هم به طرف وسط منور بودن، همینطور هم وقتی که انسان فکرش، شنواییش، زبونش، کلامش، طرز فکر کردنش درست باشه، در روی قانون باشه، حالتی هستش که میتونه بالانس باشه، میتونه قشنگ فانکشن داشته باشه و اعصابش راحت باشه. چرا که خود
منورا حالت سیستم عصبی انسان هم هستش. دلیلی که اینا خدمتتون عرض میکنم بازم برمیگرده در زمانی که من در کالج داشتم آناتومی بدن رو میخوندم، قسمتی که راجع به نرو سیستم یعنی سیستم عصبی هستش، راجع به شیپ نورون ها صحبت میکرد. و جالبه قبلا هم عرض کردم که کلمات عبری و لاتین خیلی شبیه هم هستن و دوتا زبونی هستن که حتی وقتی اگر ما بیایم سفرتورا رو به زبون لاتین بیایم به زبون یونانی بنویسیمش، قدوشاش و تقدسش مثل همون هستش که با زبون عبری نوشته شده. یعنی باید قشنگ بچونیم بروش براخا بگیم و تمام قدوشای تورایی که با زبون عبری شده اگه به زبون یونانی هم نوشته بشه همه قدوشا رو داره، چرا که اون زبان و حروف یونانی هم همون حالت عبری رو درش هست. به این خاطر به این صورت که وقتی به منورا میرسیم، کلمه منورا که عرض کردم شورش و ریشه‌اش از نر میادش یعنی نور، خود نرو سیستم یعنی سیستم عصبی که نورون‌ها رو تشکیل میدن، اگه نگاه بکنید اون عکس‌های میکروسکوپی نرو سیستم نورون‌ها شبیه منورا هستش، هفت شاخه هستش. و جالبه کلمه نورون نرو از نورون میاد که در زبان در زبان یونانی هم نورون از به معنی نور هستش. به همون طریقی که در نر در عبری به معنی نور هستش، در لاتین هم باز کلمه نورون که از اون نرو سیستم میادش به منظور نور هستش. چرا که وقتی که سیستم عصبی خوب کار بکنه این نورون هایی که بالای نرو سیستم هستش خیلی لایت آب میشن، روشن میشن و میتونن پیغام های عصبی رو خوب جابجا بکنن. به همین طریق وقتی که یک انسان از نظر عصبی عصبانی هستش یا دیپریشن داره اینا، سیستم عصبی خوب کار نمیکنه و باعث دورجون ناراحتی یا بیماری ها میشه. از همین طریق هم وقتی منورا، وقتی یک جامعه هم باز جامعه باشه که مریض باشه دورجون و سالم نباشه و خوب مردم بندگی طی نکنن، همونطور که سیستم عصبی اختلال درش پیدا میشه، منورایی هم که در به تمیق داشت بوده اون منورا هم خلال ازش درش به وجود میاد و اون نورهایی که از طرف چپ و راست به طرف وسط باید شعله ور میشدن اونا هم اون اختلال درشون به وجود میاد و این حالتی که بایستی شعله ور بشن درشون نیست. پس میبینیم که سیستم عصبی و منورا و بدن و فانکشنالیتی یک بدن چطور در رابطه هستش و زبونی که با تورا با ما صحبت میکنه با اون سیستم عصبی که الان ما داشت در سرکار داریم و ساینتیست دار روش دارن صحبت میکنن و اونای روانشناسا دارن روش صحبت میکنن که سیستم عصبی چطور کار میکنه، دقیقا مطابقت میکنه با اون عمل کرده که منورا در بتنه داشته. پس ببینیم که تمام این مسائلی که تورا به صورت مثال برای ما گفته شده در حقیقت یک دیدگاه علمی روحانی هستش که برای ما پیغام میده. این هستش که چون این مسائلی هستش که ممکنه در طی چند هزار سالی که ما تورا به دستمون رسیده برای مردمی که قبلا زندگی میکردن آشنایی به این مسائل نداشتن، این هستش که کم کم با پیشرفت علم که این علمی هستش که از این طبیعت نشأت گرفته شده و از این طریق ما میتونیم اون پیغام هایی که تورا به صورت های داستانوار برای ما گذاشته که در حقیقت رمز و رازی هستش که به این صورت برای ما انتقال پیدا کرده، ما بتونیم از این طریق این پیغام ها رو درک بکنیم که امروز عرض کردم، چند بارم عرض کردم که همینطور که امروز علم داره سرسام‌آور داره پیشرفت میکنه و خودشو احیا میکنه، این هستش که پا به پاش هم روحانیت هم داره درش اتفاق میفته و با امید خدا به زودی زود وقتی ما شیعه بیاتش ما میتونیم به این رازها بیشتر و بیشتر پی ببریم. دوستان عزیز ازتون خواهش میکنم اگر این برنامه براتون مورد نظرتون قرار گرفته لطفاً کانال یوتیوب شالوم ایران رو لایک کنید که این فیلمی که الان هست بعدا روی
یوتیوب چنلش شالوم ایران دات کام میرتش و نظرتون راجع به این که اینطور اگه برنامه رو به این طریق انجام بدیم نظرتون چی هستش و لطف کنید نظراتتون رو برای ما در میان بذارید. و با اجازت من امروز فقط اینو به صورت همونطور که عرض کردم به صورت امتحانی انجام دادم که ببینیم نظر شما دوستان چی هستش که بوده خدا دیدیم که چیزی هستش که از نظر کیفیت مناسب هست. امید خواهد این طبعه انجام بدیم و امیدوارم که زودتر بتونیم اون مسئلهی که با فیسبوک داریم برطرف بشه و بتونیم بهتر برنامه رو با کوالیتی بهتری در به نظر دوستان عزیز برسونیم. از همینجا با از دوستان عزیز خداحافظی میکنم تا هفته دیگه دوشنبه دیگه که با یک سابجکت جدید در خدمتتون باشم. خیلی متشکرم هستم. خدا نگهدار.